لااقل شما دوتا هیچ وقت از هم جدا نشید. بله هاکان. سما تو هیچ معلوم هست کجایی؟ دیشب که یهو از جات پریدی رفتی. امروزم 40 بار زنگ زدم، حتی یه بارم جواب ندادی. یه کار خیلی مهم داشتم. نکنه تو هم میخوای برگه بازجویی رو پر کنی؟ چطور مگه؟ سما خواهش میکنم نگو تو هم میخوای تسلیم شی. چی داری میگی؟ چی دارم میگم؟ خانواده دست جمعی اومدن اینجا. کی اومده؟ چی؟ من چی؟ کی اومده؟ من نمیفهمم چی میگی. همشون پای را صدر دین ذوالفقار یکم و یکی اسمش چی بود؟ تاشکفا. آها آره اونم اینجاست. هاکان من همین الان باید ببینمت. سما دیوونه شدی؟ مثل اینکه یادت رفته تو هم تحت تعقیبی. دارم میام اونجا میبینمت. سما دیوونه نشو. سما لعنتی. او به به پویراز خان، واقعا مایه افتخاره که اینجا میبینمت. این چه حرفیه جناب بازپرس؟ جنابالی لطف داری. بقیه جای خود، ولی راستشو بخوای اصلا فکر نمیکردم تو هم بیای تسلیم شی. ای بابا چرا همچین فکری کردی؟ ببینم نکنه قیافه من شبیه آدم فروش هست؟ نه 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 منظورم این نبود. گفتم حالا که نشاتون بیرونه بعیده. چی؟ چی گفتی؟ یعنی چی نشاتون بیرونه؟ مگه اون مردی که نشات تحت بازداشت نیست؟ نه هنوز دستگیرش نکردیم. یعنی چی آخه؟ یارو رو خودم بستمش به ماشین و زنگ زدم بیام ببرنش. اگه نشات گیر افتاده بود خبردار میشدم. شما شوخیتون گرفته جناب بازپرس؟ عایشه گل شک نکنین اون روانی میره سراغ عایشه گل. مطمئنم این بار یه بلایی سرش میاره. بازپرس ببین چی میگم، آزادم کن برم جلوی اون یارو رو بگیرم، قطعا میره سراغ عایشه گل. ببینم تو فکر کردی اینجا کاروان سراست؟ اون عوضی میره سراغ عایشه گل. خیلی خوب آروم باش، داد نزن. الان یه اکیپ میفرستم جلوی در خونش، فقط آروم باش. بیشرف، عایشه گل خوش اومدی. ممنون، گفتم تنها این یه سر بیام. چطوری؟ چی بگم والا، با این ملکه یخی نشسته بودیم، اینقدر حوصله‌ام سر رفت که نگو. خوب کردی اومدی. عزیزم سلام، کار خوبی کردی اومدی. نگرانتون شدم گفتم بیام یه سری بهتون بزنم. خوش اومدی، بشین. داریم به زندگی بدون مرد عادت میکنیم، چقدرم خوبه، حتی ممکنه اینطوری هم بهتر باشه. ولی من هنوزم امیدوارم که یه راه نجاتی پیدا میکنن سوگل جان. آره خب شما هنوز تو دوره عشقم جیگرم، این دیگه طبیعیم هست، ولی همه مرد بعد یه مدت چهره واقعیشون نشون میدن. سما کجاست؟ نیست، از دیروز ندیدمش. ای بابا گوشیشم جواب نداد، نکنه اونم تسلیم شده. فکر نکنم، همچین چیزی بود خبردار می شدیم. دختر بیچاره حتما داره سعی می کنه آزادشون کنه. کاش یه راهی بود.
سم و تو واقعا زده به سرت؟ آخه برای چی میای جلو آگاهی؟ میخوای گیر بیافتی؟ هاکان میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ باشه بگو سما، گوشم با توه. واقعا کنجکاوم بدونم چیزی که میخوای بهم بگی چیه که انقدر مهمه. باید بابا بحری و بقیه رو تبرئه کنی و دستور بدی حکم جلبمون رو همین امشب لغو کنن. سما تو حواست هست چی داری میگی؟ داری ازم میخوای قانون رو زیر پا بذارم؟ هر دومون میدونیم این پرونده از اولشم غیر منصفانه بود، ولی خب حالا فرصت اینو داری که از اشتباهت برگردی. چرا باید این کارو بکنم؟ چون اگه این کارو نکنی اعتبارت سکه یه پول میشه. اون شغلی که خیلی عاشقشیم طبیعتاً از دست میدی. تو از همون فیلم گرفتی؟ منو فریب دادی؟ متاسفم هاکان، نمیتونستم بذارم به خاطر نفرتی که از من داری عزیزترین کسام آسیب ببینم. برات متاسفم. خدا بگم چی کارت کنه سما، چطور این کارو با هم کردی؟ خوب فکر کن هاکان، اگه بابا بحری و بقیه بچه ها رو امشب آزاد نکنی این فیلم ها رو میفرستم برای دادستان کل. نشد تو اینترنت پخش میکنم، تو سایت های خبری. یادت نره هاکان، من چیزی برای از دست دادن ندارم، ولی تو با یکی از مظنونین پرونده‌ای که برعهده گرفتی رابطه برقرار کردی. اینم برای نابود کردن زندگیت کافیه، حتی میشه گفت زیادم هست. پس همش یه بازی بود، برام تله گذاشتی؟ من تا ابد عاشق سفرم. سما اینطوری نابود میشم. برام مهم نیستی هاکان، همین امشب این بازی مسخره رو تموم کن. ملاقاته، ما هم بریم دیگه، اینطوری هم بابامو میبینیم، هم اگه چیزی لازم داشت براش میبریم. میگن اونجا از همه بیشتر گرم کن لازم دارن. سینان جان، مامانی حواست هست که بابا داره میره زندان دیگه، اونم برای یه مدت طولانی. خب مگه چیه؟ بابا هر کاری بتونه میکنه که آزادش کنن. مثلا این قعدای دیوونه ها در میره که ولش کنن، نشد تونل میکنه، یه جوری میاد بیرون دیگه. ما تا یکی دو روز دیگه قراره یه مدت بریم خونمون تو سوئیس عزیزم. برای چی؟ اونجا یه جراح پلاستیک خیلی خوب پیدا کردم، یکی دو تا عمل دارم. باباتم که دیگه نیست، تنهایی میخوای چی کار کنی؟ منی ماما قرارمون این نبودا. پسرم میخوای مامانت اینطوری بمونه؟ همه بیرون طوری نگاه میکنن انگار هیولا. دلت برام نمیسوزه؟ خب همینجا عملت کنن دیگه. عزیز دلم دارم میگم بهترین دکتر دنیا رو پیدا کردم، باید بریم، زود بر میگردیم، قول میدم. ولی اون وقت بابا پولا تنها میمونه. باشه هر وقت دلت خواست میای اینجا میبینش. باشه مامانی، بهت قول میدم. باشه قبول مامان. اوف اوف، من چی بهتون گفتم؟ شما چی کار کردین؟
من نگفتم این مشکل منه، شما دخالت نکنین؟ چرا گفتی بابا؟ خب پس دیگه برای چی دنبال سرم رو افتادین، خودتونو گرفتار کردین؟ مخصوصا تو ذوالفقار، پسرم مگه تو چیز زندان چیز فوبیا؟ ها همون، تو مگه فوبیای زندان نداری؟ چرا دارم بابا، حتی فکر کنم کم کم داره شروع میشه. این میله ها همچین انگار مثل زنجیر میپیچه دور گلوم، فشار میده اصلا. خب پس چرا اومدی؟ آخه اونطوری هم نمیشه بابا، راستیتش من وقتی تو اینجایی بیرون دووم نمیارم، همش انگار یه چیزیم کمه. اون وقت دیگه حتی چشای چشقشنگم مثل همیشه بهم جون نمیده. میدونی چرا بابا؟ چون وقتی تو اینجایی همش چش و گوش و دلم، تمام فکر و ذکرم، یعنی همه چی میمونه تو زندان پیش تو. به تو چی بگم آخه تاشکافا؟ بابا تو ناسلامتی تازه نامزد کردی، حالا اون زن بیچاره باید یه اون منتظرت بشینه تو خلاص شی. راجبش با امینه حرف زدم بابا، این زن دلش قد یه دریاست. باورت نمیشه ولی گفت یه عمر منتظرم میمونه، منتظر من. به من یکی نگاه نکن بابا، تازه من از همه اینا بیکس و کارترم، اون بیرون به درد هیچگی نمیخورم. بذار لاغل اینجا پیش تو بمونم. ای کر خرا، مردای 40 ساله شدین، اون وقت هنوزم مثل بچه های 10 ساله چسبیدین به من و ازم جدا نمیشین. پاشین بیاییم ببینم، زود باشین. آخه من از دستتون چیکار کنم؟ بهتون چی بگم؟ در پرونده مذکور به دلیل نبود مدارک کافی علیه مظنونین، حکم جلب نامبردگان باطل گردید و همگی از اتهامات وارده مبرا گشتند. لعنتی نه آیشگل، آیشگل خدای خواهش میکنم بلایی سرش نیاد، نظرون عوضی دستش به آیشه گل برسه. های بابا لاقل بذارین یه زنگ بزنم، چرا نمیفهمین واجبه؟ های هی میگم منفی فکر نکنم ولی نمیشه، ممکنه سالها اونجا بمونن. سالها چیه بابا؟ دیگه تو تابوت از اونجا تحویلشون میگیریم. سوگل تو رو خدا بس کن، واسه یه بارم که شده دهنتو به خیر وا کن. واراس میگم دیگه، مگه چیه؟ راستی این خونه برای من و سوگل خیلی بزرگه. آره درسته، میگم چطوره بریم یه ویلا تو شهر بگیریم دسمینا خانم جون، اینجا دیگه جن و روح رژه میرم، به خدا میترسم. نه بابا چرن نگو، اون بیرون پر از نگهبانه. آره ولی دست خودم که نیست، میترسم. نه اینطوری نمیشه، اینطوری نمیشه، لعنتی. ایشالا که باسپورس نیست.
پای راست کارگل؟ جونه خوبی؟ پاشو پاشو کار کی بود؟ فرمانده پایراس برم خبر بدم در نره نه بابا نرو ولش کن اومده بودم بهش بگم میتونه بره ندونسته راشو کشید رفت نمیخواد ازش شکایت کنیم کلی براش درد سر میشه باشه چیزی نمیگم تو خوبی دیگه؟ دیوونه خیلی محکم زد شرمنده عجله دارم گازشو بگیر بریم داداش برو رسمن چشم برای زندونیا شدیم ما نگو آیشه گل لااقل تو عشق و حالتو بکن ما متأهلیم ولی تو شوهر نداری البته تو بازم میری یه خلوچل دیگه پیدا میکنی سوگل خواهشم بس دیگه ادامه نده ایوا حتما فیوزو پریدن ببینم فیوزه کجا؟ تو زیر زمین بشین عزیزم نگهبانه میرن دیگه چیزی نیست درستش میکنم میام آی جونور منم مثل جم میمونه ماشالله فوری فهمی شروع کرد به گریه دسمین خانم جون راستش من یکم از تاریکی میترسم میشه با من بیای؟ سوگل ترس نداره که خیلی خوب میام بریم بریم چشمتون روشن خیر باشه دخترم آزادین اه چی؟ پس اعترافاتمون چی؟ والا منم جزئیاتو نمیدونم تصمیم جناب بازپرسه ممنون دخترم با اجازه داداش یعنی واقعا دیگه آزادی؟ الان میفهمیم آزادیم دادا درست اینه یه پرنده آزادی نمیشه من بمونم اینجا زندان از جهنم سوگل هزار برابر بهتر بی خود لفتش ندین بیاین هرچی زودتر از اینجا بریم بیرون میگم بابا به دسپین خانم خبر بدم نه نه خیلی دلم میخواد ببینم وقتی یهو جلوش ثبت شدم قیافش چه شکلی میشه بریم ماشالله خاتم یاق مورم بلند گریه میکنه ها آه چی پسر گلم عشقم نه مامان بیا عزیزم بیا قربونت برم ترسیدی اصلم تو هم مثل مامانت از تاریکی میترسی قربونت برم پس این فیوزا کجاست بابا این دیگه چیه؟ چی شد؟ آیشه گل چه خبره؟ آه سوگل در باز نمیشه چی؟ باز نمیشه یعنی چی؟ مگه میشه؟ آه خدای من پسرم بخواب اینجا قربونت برم گریه نکن عزیزم دراز بکش نشاط عایشه گل سلام نشاط <نشد. تصفيق>
آیشه گل عزیزم، تو که میدونی نمیتونی فرار کنی، پس بیا اینجا. میشه خواهش کنم فوراً چند تا مامور بفرستین اینجا؟ باشه باشه، خیلی ممنون. دارم میان. موندم وقتی که تو خونه یه اتفاقی میفته همه این نگهبانا کجا قیبشون میزنه. وای کاش که میدونستم. یعنی میگی آیشه گل چی کار کرد؟ نسوینه خانم جون، من نمیخوام شما رو بترسونم، ولی نکنه اون نشاط روانی تو خونه باشه. منم دقیقاً از همین میترسم. جدی؟ سوگل، باید یه راهی پیدا کنیم و از این اتاق بریم بیرون. یه لحظه صبر کنین، شاید یه چیزی پیدا کردم. یعنی با این میشه؟ اینطوری که نمیبینی، وایسا یکم بالاتر بگیرش. خیلی خوب، عجله نکن. باز نشد. عایشه گل، به صدام دقت کن عزیزم. نزدیکتر. استاد جون، هر کی دوست داره یکم گاز بده. میگم میشه از موبایلت استفاده کنم؟ باید زود به یه نفر زنگ بزنم. بفرما جوان. دمت گرم. زود باش جواب بده، جواب بده. لعنتی. الو ملتم، داداش از کجا زنگ میزنی؟ بی خیال حالا، خبر داری آیشه گل الان کجاست؟ چند ساعت پیش حرف زدیم، قرار بود بره خونه بابا شینا. آه خوبه، باشه پس حل فلان. داداش زلفا، ممنون. حالم حالتون خوبه؟ یه روانی اونجاست تو خونه. کجا؟ پایین تو زیر زمین. تو خونه دوتا زن و یه بچه هست، مراقب باشین. شما همینجا بمونید. باشه زود باشین. بیا بریم.
عایشه گل، پرنسس من، میخوای قایم موشک بازی کنیم؟ بچه بودم خیلی دوست داشتم. عایشه گل، عایشه گل، زود باش سوگل، تو رو خدا بازش کن دیگه، صبر کنین دیگه. دسپینا خانم جون، از شکم مادرم که کلیسات به دنیا نیومدم، دارم زورم رو میزنم. باز شد، تو حالا چه کاری ازم بر نیومده بود که این بر نیاد؟ به خدا شیرزنی سوگل. خیلی خوب سوگل، فهمیدم. من الان میرم پایین و عایشه گل رو پیدا میکنم. خب تو هم بمون پیش هاتم. وای تو رو خدا مراقب باشین بلایی سرتون نیاد. هم باشه عزیز دلم. خوبی پسرم؟ شش، باشه باشه. مامان اینجاست. سک سک، وایس چرا فرار میکنی؟ چرا فرار میکنی ای شکال؟ میدونی از چی ناراحتم؟ میخوای بدونی؟ آره؟ از این که داری؟ بدون این که حتی یه بارم به هم بگی دوست دارم، از این دنیا میری عزیزم. خیلی ناراحتم. چرا دوستم نداشتی ای شکال؟ چرا؟ چرا؟ شنیدی میگن آدم قبل از مردن یه نوری میبینه داداشون؟ البته این اون نیست، یعنی هنوز نیست. عایشه گل، حالتون خوبه؟ ببینم خوبین. بیا بالا. عایشه
حیف که نتونستیم به مردن این نشاط عوضی برسیم. فقط به خاطر این بدجور دارم میسوزم. شانس آورد که نرسیدیم. میگم بابا جون ببخشیدا، ولی شما چطور آزاد شدین؟ همه میگفتن قطعه تومار اعتراف نوشتین. راستش من خیلی میترسم این بارم قضیه آزاد شدنمون زیر سر سما باشه. چی شده که اینو میگین؟ تو فرض کن حدثه، من بهش میگم تجربه. ببینم سما کجاست. والا منم دو روزی میشه ندیدمش. من اصلا ندیدمش. اینجا هم نیومد. برم یه زنگ بهش بزنم. منم برم ببینم پویراس چطوره. حالت خوبه پسرم؟ راستش نمیدونم بابا. خیلی خوب، هرچی که بود دیگه تموم شد، از پس اینم برمیای. اگه از پسش برامدم که هیچ، اگه نه دیگه قدرت تحمل این چیزا رو ندارم بابا. ببخشید، من دیگه میتونم برم؟ بله میتونیم بریم. ممنون، خداحافظ بابا. خدا رحمتش کنه. تسلیات عرض میکنم. خدا بهتون صبر بده. سلامت باشه. بابت همه چیز ممنون. من کار خیلی بدی کردم، ولی مجبور بودم. ممکنه منو ببخشی؟ این تصادفی نیست. این که الان پیدات کردم تصادفی نیست. حس میکنم انگار من کشتمت سفر. دست خودم نیست. آره من کشتمت. با خیانتی که بهت کردم کشتمت. هر دومونو کشتم. الو سما، کجایی؟ ما همه آزاد شدیم و نمیدونم خبر داری یا نه. که اینطور؟ چطور شد؟ ما امیدوار بودیم تو بیای بهمون بگی. تو خوبی؟ چیزی شده؟ صدات یه جوریه. نه خوبم، یکم سرما خوردم. باشه بیا تو خونه منتظرتیم. باشه. اتفاقاً منم میخواستم راجع به یه چیزی باهاتون حرف بزنم. سما داره میاد، گفت اونم کارمون داره.
خیلی خوب، بیاد ببینیم. چیه؟ خیر باشه بابا جون، یه عرضی داشتیم خدمتتون. خودتون که میدونید ما هیچ وقت از درد سر کم نمیاریم. میگم حالا که اوضاع کوچولو روبرا شده، این خواهرمون امینه و تاشکافا رو بفرستیم خونه بخت. بله بفرستیم برن. ببینین امروز جشن میگیریم، فردا جسد چال میکنیم و پس دست بشون بونین. شک نکنین بابا. خیلی ممنونم، واقعا لطف کردی. فقط میدونم پسرم، به سمو بگو یه خونه قشنگ براتون پیدا کنه، هر جا که دلتون خواست. دخترم تو هم میری با سلیقه خودت وسایلو میچینی. بخواین منم کمکتون میکنم. خیلی ممنونم. زود برم به عیسی خبر بدم با اجازه. عیسا بابا، بس چی نمیذاری با خیال راحت یه دل سیر پشت سرت گریه کنی ها؟ یه ساعت آزاد شدن دیگه چه سیغه یاخه. منم مثل تو خیلی شنگولم، چش قشنگ حسن. انقدر شنگولم که اسمم به جای ذوالفقار میشه شنگولفقار. فاصله رو یکم. مامانم الان زنگ زد همون سرهنگ، گفت داریم اسباب کشی میکنیم میریم یه خونه بزرگ، حتی منم یه اتاق واسه خودم دارم. واقعا؟ خب چی کار میشه کرد پسرم؟ مبارکتون باشه. اوه صبح عالی متعالی ساکنین بسیار بسیار محترم آپارتمان. پیروز ما اسباب کشی داریم. چی داریم؟ انگار دارم میرن. باز خوب پویراز هست عیسی جون. چرا داری تماشا میکنی؟ بگیرش دیگه پویراز. چه خبر شده آیشه گل؟ یکم از لباس مباساتو جمع کردم، رفتی بالا کتاباتو اینا رو بذار تو کارتون. باشه. خیر باشه پسرم. سرهنگ جون، ما چند وقت پیش به هم میگفتیم که من یه مدت کوتاه برم خونه عایشه گل بمونم، خیلی کوتاه، ولی عایشه گل از اونجایی که عجول تشریف دارن از الان دست به کار شده. چه خبره؟ امین خانم و عیسی هم قراره برن. تنها میمونی جناب سرهنگ؟ عیبی نداره دخترم، بالاخره یه مستأجر دیگه میاد. همین که شما با هم خوش باشین برام کافیه. پویراز فردا باید آخرین نشامو بدم، میای یک توپشو بنویسیم. باشه مینویسیم، یه دونه خوبشم مینویسیم. اتفاقا چایی تازه دم کردم، بفرمایین تو دور هم یه چایی بخوریم. چایو هستم. من نمیتونم بیام چون دارم میرم خونه یه بابام. سمو به هم گفت میخواد راجع به چیز مهمی حرف بزنه، بعدم میبینم اتون. پس اینم بگیر. پر رو بفرما تو پسرم، بفرما. بنویس لباس دومادی منتها سه ایکس لارج. نوشتم. حلقه هم میخواییم، آقایتم باید خبر کنیم. اونا با من، دیگه؟ کیک عروسی هم لازمه. چش قشنگ، کیک عروسیش با منه. یه سورپرایزی دارم که نگو. دادا یه سورپرایزی برات بکنم که همینطوری سر زبونا بچرخه. اصلا بعدنا قاطی افسانه ها میشه به خدا، در این حد. ای فضولیم گل کرد داداش. بذار گل کنه. خوبه. خب دیگه ما رفتیم، شما هم با هم دیگه خوش بشین. داداش ما اصلم هست. برید اون ورا. تو این فصل بلیط گیر آوردن خیلی سخته، تازه حوصله هواپیما اینا رو ندارم. ای بابا پسر، فقط تو لب تر کن. بخوای هواپیما میخریم برات، یا نه پایه باشی هواپیما ربایی هم میکنیم. نه داداش بی خیال،
نمیخوام با هواپیما سر و کله بزنم. تو میخوای سوار شی میگن یه ساعت تاخیر داره. من منتظر که میشم گشنا میشه. بعدش هم عصبانی میشم. بعدش چی میشه؟ میدونی؟ پاچه میگیرم. پاچه مسافرها و خلبانم که نمیشه گرفت. برای همین میریم سر وقت شرکت های هواپیمایی. رفیق ما رو باش. اینم یه آدم جاهل دیگه که فکر میکنه تاخیر هواپیما تقصیر شرکت های هواپیماییه. تحویل بگیر. پس چی کار کنم داداش؟ جون ما بگو بدونیم. برم سراغ شرکت حمل و نقل جاده‌ای. الان میگم. هیچ میدونی همین پارسال چند نفر مسافر برای اومدن به اینجا از هواپیما استفاده کردن؟ 10 میلیون. 10 میلیون؟ نه دادا، 10 میلیون چیه؟ برو بالا، بیشتر از این حرفا. چه خبره؟ اینطوری هست دادا. خب میدونی حالا واسه جا به جایی نمی مسافر چند تا دونه هواپیما باید پرواز کنه؟ 1300 تا. تاشکافا جون دقت کن رقم باش، 1300 تا. فکر میکنم دیوونه میشه. روزی 1300 تا هواپیما میپرن و هموطن و غریبه و هر کس و ناکسی رو میارن و میبرن. 1300 تا هواپیما، میفهمی یعنی چی دادا؟ خب این همه هواپیما چطور تاخیر نکنه؟ درسته، وقتی یکیشون به هر دلیلی تاخیر میکنه بقیه هم تحت تاثیر قرار میده. باری کله کله خر. خب حالا ما به این چی میگیم دادا؟ اثر پروانه ای، به عبارتی همون باترفلای افکتی که خارجی ها میگن. بذار مثال بزنم دادا. فکر کن یکی از مسافرها تا بیاد چمدونشو تحویل بده 200 لیفتش بده، یا مثلا اگه یه هواپیما تو هر کدوم از فرودگاه‌های هر کدوم از شهرهای هر کدوم از کشورها به خاطر مه تأخیر کنه چی میشه؟ رو کل ترافیک هوایی تأثیر میذاره. پس نتیجه چی شد کل خر من؟ تأخیرهای هواپیماها رو نمیذاریم گردن شرکت‌های هواپیمایی. روی ترک زمین نمیندازیم داداش. سوار هواپیما میشیم میریم محصل. کار خوبی میکنه. خارج خوبه. آره خارج. به نظرم به ژاپن. ژاپن خوبه، ولی تو اونجا دووم نمیاری، از گشنگی میمیری. راست میگی. بدمزه نیست، عادت میکنی میچسبه.